من سوالو به این شکل صورت بندی کنم، به نظر خیلی از حداقل متفکرین غربی که ایران رو مورد مطالعه قرار میدن، حالا اونایی که برای پروپاگاندا توی بی بی سی و توی سی ان ان رو حرف میزنن، خب ایران اوتوکراسیه، ایران دیکتاتورشیپه، ایران خودکامه است و غیره. ولی اونایی که یه مقدار به شکلی متفکره واقعا علوم سیاسی هستن، معتقدن که سیستم ایران خیلی فرگمنته، یعنی خیلی خیلی تیک تیک است و اتفاقا عدم تجمیع قدرت و چند پارگی قدرت ممکنه در باعث فروپاشی یا درونپاشی نظام شه. اینه که اصلا برعکس، اینه که اتفاقا این نظام قدرت هیچ جا نیست، همه جا هست. خب رئیس مجمع شما میگی دربون مجمع یه قدرتی داره، خب برای خودش درسته، اون وزیر، این وزیر، این بنیاد، اون نهاد، این آدم، اون آدم، رئیس جمهور سابق، این و افکار عمومی، یارو که تو بی بی سی فارسی کار میکنه و غیره. و به نظر میاد که همین باعث شده که سوال من از شما در مورد برنامه امشب اینه، اصلا وقتی که شما سیستم سیاسی و سیستم تصمیم گیری اینقدر پخش و پلاست، امکان مبارزه با یک اژدهای هفت سر به قول آقای خامنه‌ای به نام فساد رو داری؟ چون توی چین شی جین پینگ سال 2012-13 که به قدرت رسید، فساد وحشتناک بود تو چین. شما میدونستی که تو هر استان چین استاندار فاسده، شهردارا فاسدن، همه غربیا که برای سرمایه گذاری میرفتن مثلا پدرمون در میاد، بعد به این رشوه بودیم، به اون رشوه بدیم و غیره. خب شی جین پینگ اومد این کارو کرد، ولی شی جین پینگ فرق داشت. حزب کمونیست چین که معادل مثلا تشخیص مصلحت ایرانه یا مثلا معادل مجلس خبرگان ایرانه، حزب، یعنی در داخلش دعواشون رو میکنن ولی آخر به این نتیجه میرسن و به این نتیجه خیلی محکمتر میشستن از اینکه این آقایون با بالاشون با ادعای روحانیت و ادعای مؤمن بودن به تفسیر مثلا ولی فقیه از یه موضوع آره. خب و دقیقاً اینه که تصمیم گرفتن، حزب تصمیم گرفت میخوام با فساد بجنگیم. اول از همه میگم از نزدیکان شی جین پینگ رفت بالای دار. تو ایران بالای دار رفتنشو فکر میکنن و دلشون خنک میشه، والله اگه هزار نفرم بالای دار برن اما سیستم تصمیم گیری منسجم نباشه و راه درست نباشه، بعد 2000 نفر دیگه جاشون میان. تازه یه مشکلی که تو فساد هست اینه که کسی که خودش فاسده میگه آی دوز درسته، احتمال داره مظلومین سرشون بره بالای دار و فاسدین از اون پایین خودشون تناب داره بکشن، درسته؟ مگه اون بنده خدایی که به عنوان سلطان سکه اعدام شد چی شد؟ واقعا فاسدترین آدم تاریخ ایران اون بود، آیه عزیزاده؟ آیا حل شد؟ سلطان سکه یادتونه؟ میگم حل شد، الان مشکل بازار طلا حل شد. روحانی میزان زیادی از طلای ایران رو از صندوق از بانک مرکزی کشید بیرون، آب کرد تو بازار، پخش کرد، بعد اصلا یه آدمی گفتن سلطان سکه اصلا روحانی بود که سرمایه ملی این کشور رو پخش تو خیابون به عنوان سکه که مردم بخرن و با هم دیگه معامله کنن و بازار سیاه ایران تقویت شه. ملت نباید بازی این موضوع رو دوباره بخوره. آقای ایکس چای دپش اینجوری، آقا اصلا چرا اینا به وجود اومدن؟ یه سوال تخصصی، فکر میکنید که مطرح شدن چای دپش ممکنه پشتش همین قصه ها باشه، یعنی میخوان یک جریانی به افکار عمومی بدن، میخوان شکل جهتی بهش بدن، یا نه واقعا قصه طبیعتا اومده بیرون؟ در حقیقت ببینید این موارد که اتفاق میشه و بروز میکنه، اینا در موقع تقسیم غنایم و دعواهایی که اینجوری میشه و چه میزنه بیرون، اینا ناخدا یعنی همچین خداگانی، چون داد به قضیه چای دپش من 2 سال پیش شنیدم، داستان 2 سال طول کشیده، سعی کردم بیرون نزن، حالا زد بیرون به هر دلیلی که بود، و این در حقیقت از همون چون چنین چیزی نیست. ببینید اینا نیاز به این کارا نداره، این موضوعات به خاطر همین هم عرض کردم خدمتون که من نه به مجلس اعتقادی دارم نه به دولت برای اینکه مشکلی رو حل بکنن و اقدامی بکنن. اینا درگیرتر از این حرف هم که بتونن کاری بکنن. قوه قضاییه اونم از جهت اینکه میتواند در چارچوب وظایف و قوانین موجود و زیر نظر رهبری در حقیقت تصمیم بگیره و بره جلو. این مملکت آقای علیزاده حرف آخر یه نفر باید بزنه، میخوای اسمشو بذار دیکتاتوری، میخوای اصلا اعتقاد به این حرفا ندارم. اگر قرار درست بشود یک نفر باید حرف بزنه، یک نفر باید مدیریت بکنه، یک نفر باید حداقل طراحی استراتژی بکنه، بقیه اجرا بکنن. شما نگاه بکنید این الگویی که دارم میگم، ما موفق شدیم یا نشدیم؟
چطور تو بحث نظامی، بحث اتمی، چون یک استراتژی داشتیم که توسط یک بخش طراحی شده و مدیریت مستقیم شده، علارغم همه مشکلاتش موفق شده، جاهای دیگه تو چیزای ساده گیریم؟ حتی بالا دقت کنید که سر قضیه نظامی هم یکی از دلایلی که جامعه ایران مستهلک، جامعه ایران اینقدر به جنگ با هم دیگه پرداخته و یه بخش عمده از جامعه الان داره بسا دردناکی سر قضیه فلسطین هم روشو کرده اونور، همینه که اونها حتی با قضیه سیاست خارجی ایران همراه نیستن، چون بزرگانشون معتقدن که تمام مشکلات ایران و به عبارتی مشکل اساسی ایران اینه که ایران توی منطقه حضور داره و ایران سیاست خارجیش به اون سمت رفته. دلیل فساد هم همینه، اینه که اینا عمدن فساد به وجود میارن که بتونن به حزب الله پول بدن، به حماس پول بدن، و سر اون هم ما پیروز نشدیم، چون اتفاقا سر اون هم بیشتر از یک نفر تصمیم گرفتش و بیشتر از یک جنرال تصمیم گرفت، و این دموکراسی نیم بندی که توی ایران بود که واقعا نه دموکراسی به معنای حالا کاملش بود، نه حداقل اون تجمیع قدرت بود، این آشفتگی و این به شکلی باعث شد که دو جناح با هم دیگه بجنگن، و حداقل نگاهی که آقای خامنه‌ای در سیاست خارجی داشت رو مرتب تحقیر کنن و به عنوان دلیل مشکل مطرح کنن دیگه. بالاخره اونم شما به تو خیابون بریم ببینین که چند نفر از آدم‌ها با حضور نظامی ایران مثلا در سوریه و عراق موافق بوده. بله بله، خب جاسازی‌ها که میکنن، منم باشم میگم مثلا شما همه مشکلات گردن این چیز من بلد نیستم کار بکنم، چون اون جلو میگرفته و مسائل مطرح میکردن دیگه. یه سوال شما جواب ندادی ای عزیز در طی برنامه، و اون سوال خیلی مهم این بود که اصلاح طلبان معتقدن که تحریم باعث ایجاد بازار سیاه، باعث ایجاد فساده، و معتقدن تا وقتی تحریم باشه فساد هست. این شما جواب ندادی، پریدی از روش. گفتم اگر این حرفو داریم میزنیم یعنی اینکه اگر تحریم رفت بشود کل فساد از کشور رخت برمیبندد، و قبل از اینکه تحریم بوده ما اصلا با فساد مواجه نبوده ایم. نه به این معنی نیست، به این معنی که بالاخره شما وقتی که اگه مثلا سیگار بکشید سرطان ریه میگیرید، خب ریه‌تون خراب میشه، اگه سیگار نکشید که ریه‌تون خوب نمیشه که. خب اینا معتقدن که جایی که درش رشد و نمو کرده به شکلی اون اقتصاد نامرئی و زیرزمینی، یک بخش عمدهش تحریم بوده. نه خیر، نه چنین چیزی نیست. ازم بزرگ شما عوامل کاملا مشخصه. بحث تحریم، بحث از کجا دارن این بحث به کجا میبندن. ببینید بحث تحریم این است که من در وارداتم دچار مشکلم، بله، توی این وارداتم که دچار مشکلم هزینه هایی به من مترتب میشود که باید پرداخت بکنم، بله، این پرداخت افزایش قیمت تمام شده واردات من عامل اصلی فساد است در کشور، یا عامل اصلی فساد از امکان اعمال سلیقه شخصی منه، از نحوه توزیع انحصارات دولتیه، زمینه ساز مثل بابک زنجانی. بابک زنجانی رفته نفت ایران رو فروخته تو جایی که ما اصلا نمیدونیم، بهش گفتم آقا برو لطف کن ما زیر تحریم میمیریم از گشنگی میمیریم، برو هر جا تونستی بفروش. رفته تاجیکستان 100 دلار فروخته، گفته من 80 دلار، کی بوده اونجا بتونه ثابت کنه؟ خب رفته شبانه توی اقیانوس هند تانکر به تانکر کرده 85 دلار فروخته، گفته 70 دلار. خب بعد گفته من پول دادم به تراستی گم شده، افک گرفتتش، CIA ریخته گرفتتش، ببخش ندارم 500 میلیون تومان رفته اون یکی فلان. این چیزا شما قبول ندارید؟ این دقیقا این تصویریه که اصلاح طلبا میدن. یه دقیقه اجازه بدید. بابک زنجانی میاد یک ضمانت، اصلا بزرگترین بمبعه که اینا مسئله بعدی که شما دارید میگید، اون چه که باعث میشه که آقای بابک زنجانی اختیار در اختیار بگیرد این منابع نفتی که بهش تحویل داده میشه، یک ضمانت نامه از یک بانک خصوصی خودش، یک مؤسسه مالی بود است در مالزی، یک ضمانتنامه چند میلیاردی صادر میکنه و تحویل وزارت نفت میده. این میشه منشأ شروع این فساد. سوال، آقای وزیر نفتی که تو اونجا نشسته بودی، آقای مدیر شرکت نفتی که تو اونجا نشسته بودی، وقتی این ضمانتنامه رو آورد به داد، آیا عقل حکم نمی کرد که شما این ضمانتنامه رو از بانک مرکزی مالزی هم استعلام بگیری ببینی درسته یا نه؟ اصلا وضعیت این بانک رو بررسی بکنی، این بانک قد قواره صدور چنین ضمانت نامه‌ای هست یا نه؟
چرا نکردی؟ چون اختیار بهت داده بودن که این کارو بکنی یا نکنی. تو شرح وظایف تعریف نشده. میتونستی یه عزیزاده اگر مراجعه کرد $1,000 هم به تو ضمانت داد بری ضمانتنامه رو استعلام بگیری، یه نفر هم مثل بابک زنجانی اگر $7 میلیارد 5 میلیارد دلار اومد به تو ضمانت داد میتونستی استعلام نگیری. ببینید اینا همه از اونجا شروع میشه. شما تو خود بحث تحریم میتونید چنان منظم عمل بکنید که فساد ایجاد نشود. اون تو نمیخوایم بکنیم. تا میگی جلو فساد بخوای بگیری یه عده میگه آقا بحث تحریم. بحث تحریم ربطی به این قضایی میگه. یه چیز کوچیک رو ببینیم و بریم سراغ مخاطبا، خیلی وقت منتظرن سوالاشون وقت خونده شه. این نماینده کرمانه که ما مال تو این برنامه نقدش کردیم به خاطر اینکه معتقد بودیم نگاه نئولیبرالیه، ولی این حرفایی که اینجا میزنه جالبه. میگه 70% بنگاه‌ها شفافیت اقتصادی ندارن. پور ابراهیمی گفته که 40,000 مؤسسه خیریه در کشور داریم ولی یک کاغذ صورت مالی ازشون نداریم. قانونی در مجلس تصویب کردیم که بنگاه‌های اقتصادی مجبور می‌کنه صورت‌های مالی خود رو ارائه بدن و غیره، و حالا ادعا می‌کنن که این مشکل ما رو برطرف می‌کنه. خب ولی ابعاد و اینها خیلی جالبه دیگه. یعنی 40 مثلا 40,000 تا ما مؤسسه خیریه داریم که یک دونه صورت مالی ندارن و ما می‌دونیم که خیلی ها بخوان فساد کنن میرن مؤسسه خیریه درست می‌کنن. ما حالا امشب می‌خواستیم تیتری که زده بودیم نقشه برداری از فساد در ایران بود، یا در واقع مپینگ دی ایرانین کراپشن، و بحث ما این بود قسم ببینیم کجا داره میره. مثلا هر کشوری جایی برای فرار پیدا می‌کنه. بعضی میرن آفشور توی آمریکا و انگلیس، درسته آفشور میرن، یعنی میرن بیرون از سواحل توی جزایر، مثلا توی انگلیس جزیره جرسی هستش، تو آمریکا آفشور هستش و اونجا ثبت میکنن شرکت رو، اونجا مثلا فرار مالیاتی میکنن، پولشویی میکنن، غیره و غیره. توی ایران هم راهایی هست دیگه، بالاخره تو مسجد میریزن، توی خیریه میریزن و جامعه باید به این آگاه شه، نماینده باید بهش آگاه شه، قانونگذار باید آگاه شه، روزنامه‌نگار آگاه شه و بیفته دنبالشون، و این رو ما هنوز تو ایران نداریم، درسته؟ ببینید این بحثی که ایشون داره مطرح میکنه خوبه برگرده به اتفاقی که در اصفهان افتاد. ببینید صندوق های قرض الحسنه پتانسیل بسیار بالایی برای پولشویی دارن. سیستم کارشون هم به این صورت است که مثلا من و شما میایم در صندوق قرض الحسنه ایکس حساب باز میکنیم، جفتمون میلیم اونجا به عنوان سپرده گذار فی سبیل الله پولمون رو میذاریم که مثلا ارزم به حضور شما کار به مردم قرض الحسنه بدیم، ولی در عین حال من با شما دارم کار تجاری هم میکنم، به شما جنس میدم، به جایی که پول از شما بگیرم شما یه یادداشت میدید به صندوق قرض الحسنه دون، به هم صندوق قرض الحسنه حساب رو به صورت داخلی از موجودی حساب شما کم میکنه به حساب من اضافه میکنه. هیچ تراکنشی در بانک اتفاق نیفتاده ولی معامله انجام شده. مدیری که در سیستم مالیاتی در برای اولین بار در اصفهان، عرضم به حضور شما اسمش آقای حالا اسم نیارم، ایشون عرضم به حضور شما آمد رفت روی پرونده های صندوق های قرض الحسنه کار کرد، اتفاقا چند تا نماینده از همین کمیسیون اقتصاد مجلس پاشون کردن توی کفش تا ایشون باید برکنار بشه و الا ما فلان میکنیم و هوا رو داد و بیداد و باعث سقوط ایشون شدن. بعد نیست آقای رئیس کمیسیون اقتصاد یه نگاهی یه سوالی هم از نماینده های که توی این قضیه نمایندگان اصفهان خصوصا تلاش فراوانی برای سقوط و عزل این مدیر کردن، در حقیقت ازم بزرگ شما از اونا بکنه، بعدا این شعارها رو بدن و در حقیقت مسائل رو در بیارن. ببینید آقای علیزاده، من اگر که میخوام مسئله اساسی حل بشود به جای شعار دادن و سخنرانی کردن و در حقیقت سرمایه اجتماعی جمع کردن، بهتره برم به اصل قضایه بپردازم. اگر وزیر اقتصادم ادعا میکنم میخوام با فساد مبارزه کنم، سازمان مالیاتی یک از معاونامه با تصویر با
به حساب تسریع دو تا ماده و تمام شرایطی که میتواند واسه این دو تا ماده اتفاق بیفته، میتونم 95% فساد رو جمع بکنم تو سیستم مالیات. اگر فلان دستگاه هم همینطور، اگر مجلس هم میتونم ارزم بزنم اینو بخوام یا آقای مجلس این رو در حقیقت مکلف بکن دستگاه رو که این کارو بکنم. نمیخوام بکنم،